من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران إسلامي ومؤمنين خدا همتون خوش آمدید پروردگار ما را برای راست هدایت کن. خدای گناه های ما را بخش. تن صحتی و خاطر جمعی را در روح و روان ما عطا فرما. به توفیق ما توفیق ده. در کسب و کار و تجارت و زراعت ما فیض و برکت عطا فرما. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. آمین آمین یا رب العالمین. یک کلمه ما بحث کردیم در آیه رقم 101 نام او تقوا بود. 102 103 آیه در ما بحث کردیم درباره چی بود؟ درباره رسمان خدا. یک بحث و مناظره ما درباره شکر نعمت ها بود. اکنون آیه رقم 104 همه این چی در بر میگیره که ما به تقوا به رسمان خدا که شریعت آسمانی همچه یک دیندار شویم نعمتهای خدا را شکر کنیم. این آیه مبارکه 104 ما را امر میکنه که همه این همین سه چیز تقوا، رسمان خدا که شریعت خدا های شکر نعمت های خدا برای نسل پاک. آیه رقم 104 میگه یکم با واسطه چی میشود؟ با واسطه امر معروف. امر معروف نشوه مردم ای کجا میدونه تقوا چیه؟ امر معروف نشوه مردم ای کجا میدونه خدا کیست؟ امر معروف نشوه مردم ای کجا میدونه حضرت پیغمبر کیه؟ امر معروف نشوه مردم ای کجا میدونه زنا حرام ای، ربا حرام ای، ظلم حرام ایش. نمیفهمه چی را وقتی که مردم نمیفهمه تقوا چیه پروش نداره. یکمش انمینه که مردم امر معروف نداره امر معروف. این آیه 104 ما و شما را امر کرده استاده است که ای مردم به تقوا میرسه امر معروف کنه، با شریعت خدا میخوای برسه امر معروف کنه، با نعمتای خدا میخوای برسه امر معروف کنه. امر معروف نباشه دین خدا خار میشه. امر معروف نباشه خلق خدا جهنم میره. امر معروف نباشه این گناهگاری قدی کجا میرین. امر معروف نباشه پند نصیحت نباشه، قرآن و حدیث نباشه، از خدا و رسول گپ نزنن، ما کجا میرین کجا میرین. برای همین همه این چیزها را ما با واسطه چی بفهمیم؟ معلومه که همه این امر معروف چی بزرگ ده. امر معروف گوش کردنش واجب است، گفتنش فرض عین است. امروز مسئله های مهم باید برداشتن در کار است که فرض عین است که به سمع مردم رسه. ای مردم زن تایی داره که، ای مردم دختر تایی داره که، ای مردم کلین تایی داره که، ای مردم فرزند امانتی الله های اورای با اداره که، ای مردم همسایه داری تا شوخی نکن، ای مردم ظلم نکن، ضرر نرسان. اینا را همه شما ای امر معروف بفهمیم. دویوم آیه مبارکه ای که ما را امر کردسته که شما با تقوا و شکر نعمت و رسمان خدا که او را شریعت میگن با واسطه نهی منکر میرسید. ولتکن منکم امتون، حقیقتا می باشد از میان شما امت. یعنی که در اینجا اومده است کلمه چی؟ امه. امه اصلا ای امامه گرفته. ای چی میگیره؟ ای امامه. ریشه کلمه از امامه گرفته به معنی چی بوده؟ به معنی قصد. قصد چی میشه؟ به معنی نیت. نبین برای چی امام میگم؟ ما با او چی میکنیم؟ نیت میکنیم. با او چی کار میکنیم؟ نیت میکنیم. او را امام میگم.
قرآن برای ما و شما میگه از بین شما مردمانی هستن که اونها قصد نیت دارن که مردم به سوی نیکی دعوت کنن، مردم امر معروف و نهی منکر کنن، اینا از بین مردم میخیزن، خدا اونها را جدا میکنه و خودش بلند میکنه. اینا علما هن، اینا داعی هن، اینا میبیاین که ما به تقوا میرسیم، اینا میبیاین که ما از کشتار و آدم کشی و آدم فریب کردن و دزدی و غارت و زنا و افلاسی و پلیدی و دعوت علما میگردیم. اگر ناحق باشه که ناحق هست، خصوصا در زمانی که مغل و سرزمین های آسیا میبیاین از دمی تیغ تمدن ما را بخورا و سمرقند میگذرانه و لنگوار و کلیت میکنه، خلافت اسلامی را در بغداد شکست میتیان، بعد صد سالش شیخ عبدالقادر جیلانی، جیلانی دیوم نفرای قیام میکنن و واسطه رشته های تصوف، دعوت و اندرز های تصوف، حلقه های ذکر عرفانی هزارها مغل مسلمان میکنن. در عصر 200 ساله مغل مسلمان میشوند. نه جنگ، نه نیزه، نه کشتار، نه این، نه آن، با ان همین دعوت و موعظه و اندرزها همه همین مردم های مغل تبار در آسیای میانه میمانه. اغلبیت مردم هایی که امروز شما میدونی مغل تبارن، اونها مردم هایی که ازبک تبارن و مردم هایی که قزاق تبارن و مردم هایی که قرغیز تبارن و ترک تبار هایی که موندگی هستن، اینها آمیختشه به مغل هم چی با؟ اونها را صوفی ها مسلمان کردن. برای همین این کاری دعوت چیزی شوخی نیست، دعوت چیزی هزل نیست. برای انا همین از بین این مردم، از بین این مسلمان ها مردم های میخیزن، نیت میکنن که مردم و سوی خیر دعوت کنن، امری معروف کنن، نهی منکر کنن. اینها مردمان نجات یافتن در نزد الله، امری معروف و نهی منکر ما را به تقوا و رسمان خدا و شکر خدا میآورده، شکر نعمتاش. ما امروز قدر امری معروف دانیم برادر، قدر نهی منکر دانیم. هیچ کس نغز میدونی نه؟ نغز میفهمید. یک انسان میخیزه در یک سین 45 دقیقه درس میتیه، 45 دقیقه درس عملی داره، 45 دقیقه مشغولیت عملی داره، یا 45 دقیقه برای مردم درسی مثال صحبت میکنه و مقاله مینویسه و مقاله میخونه مردم را، مشغولیت عملی و علمی میکنه مردم دگر میزنه، آخر ماه میشه حق کرایش 2000-3000 مقصدی که در این زمان باشه 45000 روبل میگیره، در این زمان باشه 2500-3000 سومانه میگیره. میگه من مردم درس رو دستم در 45 منوط درسش وقتش پول میمونه. انسان های اصلا مقاله مینویسن، مقاله شانو میبرن چاپ میکنن، در چاپ مقاله امروز 150-200 دلار میگیرن. مسئله های مهم اگر کشف کنن، مسئله های مهم اگر جابجا کنن، او را میبرن برادر رو تا 500000 دلار مینویسن. اما یه بار فکر کنید که علما به پول گپ زده سن، به پول. حتی که میدونه پیش یک دکتر در 15 دقیقه کنسولتاسیون میدونه که 1500 مونه میگیره، پیش عادی ترین انسان میدونه 2000 مونه میگیره، 1500 همین شهر رو میگیرن عادی ترین انسان. اما فکر کنید که علما شب و روز گپ میزنن، اینو اجری نزد خدا رو طلب دارن، ای کسی چیزی نمیخوان. اگر این همش با پول مبلغ گردونین، این فکر کنین که هر ماه با کمیش 400-500 دلار میگیرن برای همین، همین قدر مقصد مشغولیت های عملی علمی که برای مردم میتین. کدام معلم در دانشگاه، کدام معلم در مکتب، کدام معلم در باغچه به پول درس میتین؟ هیچ کس نیروش نمیمونه به صاحب روا، هم نیرو امروز تو بگه کار میکنی طلب میکنی 3000 سومان منده بتی، یا 3000 روبل منده بتی، یا تو بگه کار میکنی 5000 روبل منده بتی، برای چی؟ نیرو تا صرف میکنی، قوت تا صرف میکنی، امیره نرخ میمونی. انا فکر میگی دعوتگر رو چه نرخ میمونه کشانه؟ برای آنکه اینها را خدا گفته ایستاده، اینها نیت کردن و سوی نیکی مردم را دعوت کنن، امری معروف کنن، نهی منکر کنن، مردم را به تقوا بیارن، مردم را به سوی شریعت خدا بیارن، مردم را به سوی شکر نعمت بیارن. و یا انا این منتظرن که خدا میگه شما از غضب ای غضب من خلاص نگی، انا این تکیه میکنم. ای دنیا هیچ چیز نیست در پیش دین، هیچ چیز نیست در پیش دعوت دین، هیچ چیز نیست. همین قدر معاش گیر، همین قدر پول گیر، همین قدر ماهانه معاش گیر، بنا میرسم. اما ما علما و دعوتگرا آخرت نیت دارم، خدایا آخرت ما رو باد کن.
هر کسی که میبیو میشینه دعوت گوش میکنه، دعوت وقتی میخیزه از این دعوت بلند میشوه بیرون میبرامده است، ملائکه های مخصوصی بوده است که خدا شاهد چون میگرفته است که ملائکه های من به عظمتیم قسم میخورم کسی امر معروف و نهی منکر گوش کرد و عمل از این درگاه برآمد رفت، اونها یگان گناه ندارن، همه گناهشون ریخت. این شوخی نیست برادر، امر معروف شوخی نیست. امر معروف ضعیف شود، امر معروف کلید شود، امر معروف کرده نشود، دانین که فسق، کفر، نفاق غلبه میکنه، اومدن میگیره با اومدن میگیره. امر معروف نشود، اولین چیزی که ضربه میخوره چیه؟ حرام حلال نمیمونه دیگه. کی پروا داره مردم وقتی حرام خوردن گرفتی، حرام خوردن گرفتی، قلب سخت میشود، چشم سخت میشود، بیرحم میشوی، ظالم میشوی، پروای کسی نداری. شما آدم ها بیرحمن برای که حرام میخورن. روایت میبیاره که در حسن بصری را در زیر منبر شما مردم ششتگی بودیم، حضرت امر معروف کردیسه مردم گوش نمیکنن، حضرت امر معروف داره مردم گوش نمیکنن، برو بردش گم زدیستیم. بعد از اون نگاه میکنه و حضرت میپرسن که حضرت چون شما گم بزنی مردم گوش نمیکنن؟ میگه برای که مردم لقمش حرام شد، قلبشون سخت شد، قلب اینا سخت شد، گویا اینا گوش نمیکنن گپا، برای انا همین چی به گوش نمیکنن دعوی حق؟ چون من امر معروف گوش نمیکنن، ریشش چیه؟ وقتی امر معروف که خار که کردن چی گوم میشن از من اقوا، امر معروف که زدن چی گوم میشن از من رسمان خدا، شریعت خدا خار میشود. امر معروف وقتی کرده که نشود مردم به قدر نعمت ها را شکرش نمیرسن. همه این فیض و همه این برکت دعوت های مسجد ها باید یکی از الگوی نمونه مسجد ها همین های که باید مردم در از امر معروف و نهی منکر در بهترین راه مردم چکار کنن؟ دعوت کنن. در اینجا یک کلمه آورد که الله جل و علا شانه، کلمه چی آورد؟ خیر. از بین شما مردمانی هستند که نیت دارن مردم به سوی خیر دعوت کنن، بسیاری دعوتگرا آدم به سوی کجاله دعوت میکنن. شما گمان نکنید که همه دعوتگرا خیر دارن، بسیاری دعوتگرا گرسوختن خوچون این همین بسیاری هم نمیدون همین قدر جوانی که رفت افراطی شد، ایروی که رفت افراطی شد، ایروی ویدیو رو رایک های اما همون احمق و ابله هایی که امروز جامعه رو بخون کشیدن، امروز جوان های ما قربان عقیده میشون، ایروی چی های؟ ویان ما ایروی دعوتگر های لعنت به همون دعوتگری که مردم به خون دعوت میکنن، لعنت به همون دعوتگری که مردم به سوی اصلحه دعوت میکنن، لعنت به همون دعوتگری که مردم به سوی یراق دعوت میکنن. 13 سال پیغمبر در مکه عذاب میکشه، یراق دست میزنه، زورش میبیو میگه مدینه هجرت میکنه، میره میگه یک زمینه میریم که در اوجا یاد خدا و صحبت خدا آزاد شوه. برای انا همین کلمه خیر اومده است در این آیات، ای دعوتگرا، ای داعی و مردم به سوی نیکی دعوت کنه، به سوی صلح دعوت کنه، به سوی مصالحه دعوت کنه، به سوی چی رحمت دعوت کنه، هیچ کس به سوی غضب دعوت نکنه، زیرا این که از هم ابلیس بیزد این در منبر و محراب میشود. اغلبیت علما دیگه منبر و محراب میگیرن، همین خل وسوسه میشوند که خیال میکنن که دنیا ده پای پای هم میای دیگه. نه، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دعوتش چخلی بود، چی دعوت کرد؟ ندای قرآنی چی؟ قرآنی قرآن چی گونه کتاب چی گونه نداها کرد؟ امروز ندا کرده ساده است که از بین مردم نیت کرده های هستن که مردم به سوی چی دعوت میکنن؟ اینا به سوی نیکی، نیکی، مردم به سوی نیکی دعوت کن. از همه عادی ترین چیز امروز همین است که در بین ما حرمت گم شده است، عزت گم شده است، حرمت مسجد، حرمت علما، حرمت قرآن، حرمت دین، حرمت اولین باید کلمه ای که دعوت شوه این برای ما دعوت حرمت های حرمت دین انا همین های حرمت کرده شوه. خدا را حرمت نکنی، رسول را حرمت نکنی، مویسفید را حرمت نکنی، اوتت را حرمت نکنی، اوچت را حرمت نکنی، حیوان و پرنده و چرنده را حرمت نکنی، ای عبادی را حرمت نکنی، چی دعوت میکنی که من مسلمانم؟ دعوت همینه که به سوی خیر باشه، خیر نکی را میگن. هر خیلی دعوتگارا برادر به سوی نکی دعوت نمیکنن، لعنت به او دعوتگره که مردم به ناآرامی دعوت میکنه، مردم رسوا میکنه. امروز نغز میدونین شما که چقدر جوانای ما را در او صحراهای جهان عرب را نابود کردن، دعوتگارا کردن، ویای پیش خشون نرفتن بیچاره، همه اونها را دعوت کردن،
همشو فریب کردن، بردن در همون صحراها همشو نابود کردن. هرخی دعوتگر را گوش نکنه، یک دعوتگر را گوش کنه که او خودش چخل دینداری داره، او چخل اخلاق داره، حتی که قرآن خودش صراحتاً وصف میکنه ما ظل صاحبکم و ما غوا. شما این پیغمبر را تاریخ شمه دانی میگه این پیغمبر شما را به سوی به عبروگی دعوت نمیکنه. تاریخ یا آدم را دانی با دعوت چگوش کنه. قرآن برای ما میگه که ای مردم عرب، ای مردم، شما تاریخ این رسول من را میدانه. امانتدار بود، باباش که بود، پدرش که بود، پدرش که بود، ماماش که بود، همش همه دانه این محمد چه شخصیت بود صلی الله علیه و سلم. تاریخ شبینه و ای قفاش روی ما ظل صاحبکم، این شما رو گمراه نمیکنه، این شما رو به سوی به سعادتی نمیبره. تاریخ شمه که شما از یاد میدانه. هر یکی ما و شما باید کوشش کنیم، فکر کنیم، هر یک ما تاریخ علما را دانه. تاریخ شکوه، تاریخ شبروره و از قفای و اقتدا کنه. حتی که در کتاب تعلیم و تعلیم ابو ذر نوجی روایت میکنه که وقتی پیش یک علما میری میشینی دویده در وی شاگرد مخلص نشو. این گپی حضرت امام سرخسی بود است. وقتی از استادان فهمیدن که یک علما و داملا رو دوست میداره، یک معلم دوست میداره، دویده در وی شاگرد نشوه، طلبه نشوه، حالی در وی مرید مخلص نشوه، تا چیکار کنیم؟ گفته او را به کمیش 3 ماه تحقیق کنه. 3 ماه تحقیق کنه، عقیده وی فهمه، دینی وی فهمه، در کجا خونده فهمه، مفکوره وی آموزه، بعد 3 ماه و به زانو زنی وی در شاگرد شوه یا مخلص شوه. ابتدا میبینی میری بعد از یک روز سر میبرداری که ما رو برو در بین جهنم بسرش موندیم. احتیاج چیزم نرکنه برای امیر خوشا به حال او دعوتگرا، خوشا به حال او داعیا، خوشا به حال او صاحبای منبر، مردم به سوی خیر دعوت کنم، به سوی خیر، به سوی تقوا، شریعت خدا، شکر نعمت ها، انا همین دعوت کنم. نسل افتا شما به سوی انا همین دعوت کنه ای امتی رسول اکرم. حضرت علی کرم الله وجهه گفته که بزرگترین تلاش در نزد خدا امر معروف است، بهترین تلاش در نزد خدا نهی منکر است. چرا؟ فاسقا را لجام میکنی، فاسقا را لجام میکنی، پشت مسلمانا را به امر معروف سبوک میکنی. وازم امر معروف شما بسیاری اوت مشکلات داره، دلات پوری غم اندوه های بوار کنه و واسه امر معروف و واسه قرآن هم تلاوت آدم آرام میشه، سلخین میشی، خیلی سبوک میشی. من شما رو نمیدونم، خصوصا خیلی مشکلات بولی سری همه مونده وزبین های همه تعلیمات و درس و حدیث ها برای تیار کردن همه معویزان میشن، قسم به خدا سبوک میشن. بعد از اون میخوزی میگم یک اون مشکلات نیست، همش برطرف شده. اگر میگه امری معروف تخت پشتی شما رو اوی میکنه، وزبینی رو میپرتای پشت، وزبینی رو اخیف میپرتای. بعد از او و من نهى عن المنکر ارغم انف المنافق. اگر شما نهی منکر میکنه، میگه این کارا نکه، این کارا نکه، این کارا نکه، حرامه افلاسه اینه، حرامه باطله اینه، آدم منافقه میگه بینیش برو در خواب میمونه، منافقه را میترسانه. حالی ای صحبت ها بسیاری منافقه ها میلرزن. خیلی گمون نکنه که همه میگم الحمدلله مسلمان، بسیار منافق داریم در این بین، تلخه کف میشن و قلباش ها میلرزن، دیلاشون میلرزن. میگه این گپ هبینی صحبت هبین میترسن. میگه امر معروف معنیشان همین است. و من شن الفاسقین غضب الله لغضبه. هر کسی که با اگر در امر معروفش فاسقی را نگوه، منافقی را نگوه، ناحقی را بیان نکنه، مردم آگاه نکنه، چشم مردم هوی نکنه، با غضب الله بالای هم دعوتگر میومده. دعوت شوخی نیست، این مسئولیت وزبین است. هر انسان ای را می فهمه و وقت گردش آب می شود. این شوخی نیست، به حد وزبینه دعوت، به حد وزبینه. برای اون که با ابلیس و لشکری او مبارزه می برید. و قال حذیفه، حذیفه ابن یمان گفته یأتی علی الناس زمان یکون فیهم جیفت حمارین احب الیه من مؤمن یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. حضرت حذیفه ابن یمان صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلام فرمودگی بوده است که یک روز برای امت پیغمبر فرا میرسه که مردم خرقتی بازیش دوست میدارن از امر معروف نهی منکر گوش کردن.
منم که زمان میبیو گفته یک خر قدی تقموش بازی کردن انا و یک نغز میبینن یک خر در جیفه درونی انا همون خاطلوته که خاکستر خلخله میکنه انا مورو تماشوش دوست میداره و اما 5 دقیقه امر معروف گوش کردن در زورش میبیو یا منم که زمان میبیو گفت انا میخه زمان میبیو که مردم خربازی را قدی خرسر کنن تماشا میکنن امروز شما نگوه امروز در همین یوتیوب و در همین تورنمای اینترنتی غیر خریگری دیگری چی نیست همین خریگری تماشا کرده میشینه اما 5 وقت نماز خونده نمیخونه شما نگوه اینو را این حذیفه ابن یمان گفته است که صحابه رسول اکرم روز میشه که مردم خاکبازی خر دوست میدارن اما امر معروف و نهی منکر ده هیچ مایل نداره میترسن انا میخه زمان میبیا گفت وقال ابو زرین ابو زر صحابه رسول اکرم این صحابه که میگفت اگر لو وزعتم سیف علی عنقی شمشیر در گردن من سرم گیر ببری من حق گپ میزنم این آدم که صحابه بود من حق دروتون میگم این صحابه گفت است لا تأمرن بالمعروف مردم امر معروف کنی و تنهون عن المنکر مردم نهی منکر کنی مردم اگر امر معروف و نهی منکر از این گوشش زن از این گوشش برامدن و گوش نکنه لیسلطن الله علیکم سلطانا ظالما لا یجلو کبیرکم ولا یرحم صغیرکم مردم اگر امر معروف دوست نداره عاشق امر معروف و نهی منکر نشوه حاصل کنه امر معروف و نهی منکر خداوند برای اونها ظالمین را میبیاره که نه خوردش رحم کنه کلا میشه اگر این مردم گفت امر معروف دوست نداره اگر این مردم امر معروف خدی شوخی کنه روز جمعه امر معروف میروه برابر دی امر معروف در همه جا صدا بلند مردم گوش نمیکنن خطبه میخونن گوش نمیکنن شوخی میفهمن برای این خدا ظالمین را می آورد که پوست یورا میکنده نه خوردی یاد رحم کرده نه کلون شونده گاگو در اینجا افت و بلا ها میخیزه که مردم دو روز سه روز از اینجا گریخته میرون ریوشش پرسیکو مسخره کردن دین خدا در اینو نه امری معروف میبیاین نه منکر میبیاین نه مسجد میبیاین همه خدا بالای سری ما در افت میبیره یا نه افت خمو خواه میکنه دستون انا همین از گفت و یدعو خیارکم فلا یستجابو لکم اگر به چنده که در بین مردم نیکو هم که باشن خداوند غضب بیاره اون یک کار دیگه نگاه نمیکنن سیوم دعا را قبول نمیکرده است وقتی مردمی که امر معروف گوش نمیکرده مردمی که نهی منکر گوش نمیکرده شوخی میکرده امر معروف شوخی میکرده نهی منکر دعاها قبول نمیشده اونها طلب مغفرت میکنن ای خدا برکتم ته علمم ته پولم ته مالم ته چوبه خشیده است تینجیم ته آرامی ته خدا یکون چشون نمیدونه که دعاشون گوش نمیکرده است ریشش این چیه ای امر معروف و نهی منکر مسخره میکنن کسی امر معروف و نهی منکر مسخره میکنن برادرو اکنون وعیدی او را خدا وعده داد شکر کنیم آبادی این زمین امر معروف های آبادی این زمین نهی منکر های آبادی ما مسلمان و نهی منکر امر معروف های هر یکی ما و شما امر معروف نهی منکر این واجبات دین های حتی در مذهب شیعه امر معروف نهی منکر رکن عقیده شون های من اخوان آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله داریم در شیعه رکن عقیده برابر دی ملائکه در ایمان میبره قیامت ده یک رکن عقیده اهل تشیع امر معروف نهی منکر است بعد میگه اگر امر معروف نهی منکر نداری ولی ایمان تو میگه با قوت نیست ششی بعد امر معروف که نهی منکر کنی و یا این خل بود در امر معروف نهی منکر رکن عقیده شون میدونن اما در مو واجبات ایمان است رکن عقیده نیست خدای ما را برای راست هدایت کرد خدای از افت ها ما را نگهبان باش عاقبت کاری ما را به خیر ایمانی ما را به سلامت گردان ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین آمین آمین یا رب